اعتراض دانشجویان رشته حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، تحصن دانشجویان خوابگاه دانشگاه تهران، تجمع اعتراضی دانشجویان دختر آموزشکده فنی شهر کرد، اعتراض دانشجویان یاسوج به فضای امنیتی دانشگاه، تظاهرات مردم بندرعباس، حرکت اعتراضی کارگران و کارمندان وزارت نیرو در تهران، اعتراض کارگران شهرداری شیراز، تجمع اعتراضی کارگران شهرک صنعتی البرز قزوین، اعتصاب رانندگان مینیبوس در شهر برازجان، اعتراض مردم شهر کرد به عضو مجلس ارتجاع و شکستن شیشه های دفتر وی، اعتراض مردم اصفهان در مقابل بیمارستان شریعتی و قتل جنایتکارانه یکی از دراویش حقانی در شهر کرد توسط مزدوران بسیجی. دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب در مقابل ساختمان مرکزی این دانشکده واقع در شهر غرب تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برکناری مدیر آموزشی این دانشکده شدند. دانشجویان خوابگاه کوی دانشگاه تهران واقع در امیرآباد شمالی تحصن کردند و به فرسوده بودن اتاقهای خوابگاه اعتراض کردند. طی روزهای اخیر سقف یکی از اتاقهای خوابگاه به علت فرسوده بودن ساختمان فرو ریخته بود که باعث مجروح شدن دو دانشجو شد. روز پنجشنبه 18 مهر ماه بیش از 300 تن از دختران دانشجوی آموزشکده فنی دختران در شهر کرد تجمع کردند و به فشارهای رژیم آخوندی برای حجاب اجباری در این دانشگاه اعتراض کردند. 1000 نفر از دانشجویان دانشگاه یاسوج طی نامه‌ای به فضای امنیتی در این دانشگاه اعتراض کردند. کارگران شهرک صنعتی البرز واقع در قزوین روز پنجشنبه 18 مهر ماه نسبت به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده و اخراج تعدادی از کارگران در خیابان آزادی تجمع کردند. حدود 800 تن از مردم بندرعباس روز پنجشنبه 18 مهر در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند و به جداسازی پارسیان از استان هرمزگان اعتراض کردند. آنها شعارهایی علیه کارگزاران رژیم سر دادند. این سومین تجمع اعتراضی مردم بندرعباس در این رابطه می باشد. کارگران زحمتکش شهرداری شیراز در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق عقب افتاده خود در مقابل استانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. رانندگان مینیبوس در شهر برازجان اعتصاب کردند. رانندگان با بستن مسیر تردد توسط ده‌ها مینیبوس به اقدام شهرداری رژیم که محل کار آنان را به بیرون از شهر منتقل کرده اعتراض کردند. کارگران و کارمندان شاغل در پژوهشگاه نیرو که یکی از زیرمجموعه‌های وزارت نیروی رژیم است در مقابل ساختمان آن واقع در انتهای خیابان دادمان در شهرک غرب تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنها به لغو قرارداد سرویس رفت و برگشت کارکنان اعتراض کردند و خواستار برقراری هرچه سریع‌تر سرویس شدند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به تظاهرکنندگان حمله کردند. 3 تن را دستگیر کرده و با خود بردند. جمعی از اهالی روستاهای بخش سامان در استان چهارمحال و بختیاری روز جمعه 19 مهر در مقابل دفتر عضو مجلس ارتجاع از شهر کرد تجمع کردند و به نداشتن مرکز بهداشت اعتراض کردند. روستاییان خشمگین شیشه های ساختمان را شکستند و روی دیوار علیه این عضو مجلس ارتجاع شعار نوشتند. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی بلافاصله وارد عمل شدند و با سرکوب معترضان 4 نفر را بازداشت کردند. در اصفهان جمعی از خانواده‌ها و بستگان یک کودک 6 ساله که بر اثر تزریق آنتی‌بیوتیک در بیمارستان شریعتی فوت کرده بود، در مقابل این بیمارستان تجمع کردند و به کارگزاران رژیم اعتراض کردند. تجمع در تقاطع خیابان شریعتی و چهارباغ برگزار شد و ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی به سرعت آن را محاصره کردند تا مانع گسترش آن شوند. مزدوران بسیجی در شهر کرد روز جمعه 19 مهر ماه یکی از دراویش حقانی را با ضرب چاقو به قتل رساندند. وی بارها توسط مزدوران بسیجی تهدید به مرگ شده بود.
به گفته شاهدان، محمد محمدپور دهکردی ساعت 10 صبح از خیابان شریعتی در شهر کرد در حال عبور بود که دو موتور سوار مقابل او ایستاده و بعد از فحاشی چند ضربه چاقو به سینه او وارد کرده و او را به قتل رساندند. شاهدان گفتند قاتلان چفیه به گردن داشتند و با ماسک صورت خود را پوشانده بودند. آنها بعد از این عمل جنایتکارانه با صدای بلند بر خامنه‌ای ولی فقیه دشقیم درود فرستادند و با موتور از صحنه خارج شدند.